بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمتتون. خب راجع به این اتفاقی که اخیراً در کشورمون افتاد و این ریسپرنده‌هایی که به یک مرکز نظامی در اصفهان حمله کردن، چند تا نکته می‌خوام خدمتتون عرض کنم. خب این در پاسخ به کشته شدن 10 نفر از صهیونیست‌ها در سرزمین اشغالی بود. یه پاسخ کاملاً فیک و فقط سر و صدا دار، چون اتفاق خاصی اصلا نیفتاده، در عمل اتفاقی نیفتاده. من به عنوان کسی دارم بهتون میگم که خب شما میدونید ما خودمون دستگاه مقابله با ریسپرنده‌ها می‌سازیم و مدعیم بهترین دستگاه کشورم مدل می‌سازیم. خب اتفاق نیفتاده، هیچی جزئی. منتها این سر و صدایی که درست کردن عجیب بود، جالبم بود که من دیدم مثلا تو ترکیه جمهوری آذربایجان هم رسانه‌هاشون شاد شدن و چقدر احساس خوشحالی و اینا دارن می‌کنن. خب چند تا نکته اینجا وجود داره. ببینید نتانیاهو شدیداً به مشکل خورده در سرزمین اشغالی. جالبه، عمدن رفت فلسطینی‌ها رو تحریک کرد، 10 نفر بیگناه رو کشت که فلسطینی‌ها واکنش نشون بدن. ببین طراحی یعنی این دیگه، شما اینجا واکنش نشون ندی اون میاد جلو، واکنش نشون بدیم شاید بخشی از نقشه اون و پازل اون باشه. خب پاسخ خوب و قاطع و محکمی هم دادن که چی بشه، این تظاهراتی که الان شگرف علی نتانیاهو جمع بشه. جالبه دو روز بعد اون اتفاق دوباره تجمع چند ده هزار نفری شکل گرفت و جالبتر این که مردم اسرائیل یعنی مردم ساکن در سرزمین های اشغالی رژیم صهیونیست‌ها پرچم فلسطین آوردن بالا، از لج نتانیاهو. دیگه اونا هم آگاه شدن که نتانیاهو برای این که بتونه رای بیاره مجبور جبر امنیتی کنه و بگه که آقا کابینه منه که میتونه در مقابل این تحرکات امنیتی بیسته. خب حالا اومدم از اون طرفم، چون 10 نفر یکی از بزرگترین حملات این چند سال اخیر بود دیگه، ضربه امنیتی سنگینی خورد. حالا بعد چیکار می‌کرد؟ واکنش نشون میده. اگه واکنش تون نشون میداد که حساب کار دستش میومد. برای اومدن به تیر ترقه بازی در آوردن که مثلا بتونن اینو در واقع یه خورده جمعش بکنن. حالا یه نکته مهمتری هم داره اینجا عرض می‌کنم. اینم بدونید صهیونیست‌ها اساساً کل اخباری که در رژیم صهیونیست تولید میشه قبل توسط رسانه ارتش باید تاییدیه بگیره، یعنی تلویزیون خصوصی میخواد مطلبی تولید بکنه رسانه ارتش اسرائیل باید تاییدیه بده. بسیاری از اخبار سانسور میشه، بسیاری از اینوا عددها این طرف اون طرف میشه. اگه 20 نفر کشته بدن میگن 5 نفر کشته و زخمی رو با هم قاطی میکنن، تعداد کشته رو میزنن رو زخمی‌ها. مثلا امریکا هم همین کاری کرد در ماجرای عین الاسد که خاطرتون باشه، گفتن 11 نفر ضربه مغزی، بعد رسید به 100 خورده این نفر. خب این چه جوریه؟ نه همون روز اول نفهمید یه روز ضربه مغزی شده. چرا این ریز ریز این کارو میکنن؟ این یکی از استراتژیای راهبردهای صهیونیست‌ها تو حوزه رسانه است، اینو در واقع بدون. اما یه نکته اینجا وجود داره که محل توجه قرار، اینم که یکی از مسئولین امنیتی اوکراین اعلام کرد که اوکراین در این حمله نقش داشته. خب اینکه اوکراین در این حمله نقش داشته این دیگه بحث رو کاملا عوض میکنه. منظور چیه؟ دنبال چیه؟ اینا میخوان، عرض کردم بارها تو همینجا نشستم براتون فایل ضبط کردم چند وقت پیش یا یکی دو ماه پیش، اینکه اینها میخوان کاملا دو جبهه شکل بگیره، امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها. اینو میخوان چه اتفاقی بیفته؟ روسیه، چین، ایران یک طرف، اروپا یک طرف. ببینید بارها عرض کردم دوباره تاکید میکنم، آمریکایی‌ها در حال ضعیف شدنن، روسیه، چین، ایران دلار رو گذاشتن کنار، چیزی نمونده، 50-60% مبادلات جهانی انرژی با دلار انجام بشه، جریان پترودلار شکسته. پترودلار یعنی اینکه همیشه انرژی با دلار خرید و فروش میشده و این دلار بدون پشتوانه شما لازم داشتید بدون نفت بخرید. فکر کنید مثلا یه تیکه کلید، یه تیکه مس بی ارزشه، که برنج بی ارزشه، اما شما باید اینو داشته باشید بتونید درو باز بکنی. این شرط گذاشته با نظامی گریش هم بالاش وایساده بود. بعد برای اینکه بتونه اینو به هم بزنه، حتی اروپاییام یورو رو علم کردن که اینو بذارن کنار. خب چین هم الان میگه مبادلاتش میخواد با یوان انجام بده. روسیه که پارسال با هند و با چین و اینا گذاشت کنار، با ایران هم همینطور اعلام کردن. خب این بعد چیکار بکنه؟ باید بتونه دوباره یه بلای سر همین کشورها با هم بیاره. خب چین که نیازمند انرژی، قیمت انرژی بره بالا پدرمون در میاد، این از چین. و دور تا دور چین هم که داره به آشوب میکشه، تمام کشورهایی که جاده ابریشم ازش رد میشده همه به آشوب کشیده شدن بلا استثنا، از مغولستان بگیرید، افغانستان، شلوغی های ایران، پاکستان، قصه عمران خان، جنوب چین از 3 سال پیش خدمت شما عرض کنم هنگ کنگ شروع شد، بعد بنگلادش، تمام دور تا دور چین رو داره با آشوب میکشه که بگه آقا من نمیذارم امنیت داشته باشی، تو اقتصاد داری منم امنیت دارم، نمیذارم این راه ابریشم دوباره شکل بگیره. خب این از چین. میمونه روسیه. روسیه رو که درگیرش کار کرد
اوکراین اروپا کرد. یعنی انقدر اوکراین اذیت کرد 10 سال، روسیه مجبور شد یا باید میپذیرفت ناتو رو تو مرزای خودش، خب که اینا قول داده بودن که مثلا گسترش پیدا نکنن به سمت شرق که انجام دادن، یا اینکه حمله کنه و حمله کرد توی اون باتلاق اوکراین گیر بکنه. تو با اوکراین که جنگ شروع شد، خب ایران بی‌طرفه، کنار ایستاده. اما خب روسیه هی فکر میکرد، چون اینا ببین ما جنگ چیری که انجام دادیم، فکر نکنید نفر ابرقدرت دنیا سلزمان سر در میاره، ما استاد جنگ موزاییکه و جنگ چریکه و جنگ نامتقانه در دنیاییم. خب به خاطر چی؟ به خاطر لطف خدا بوده، یعنی ما رو تو شرایطی قرار داده که ما تونستیم اینطور رشد پیدا بکنیم. ابتدا اینا فقط میخواستن برن زمین بگیرن، میرفتن زمین میگرفتن، حالا چی؟ یه جایی مثل کف دست اوکراین. اصلا به خاطر همین سرزمین زراعی خیلی زیادی داره دیگه، کوهی موهی خبری نیست. این پرچمشون رو نگاه کنید، دو رنگه، اون آبی بالا آسمونه، این پایینم میگن حالا مثلا دانه های گلزار، نمیدونم شکوفه گلزار، حالا هر چیزی، گیاهی که مثلا گل زرد داره. خب یه همچین سرزمینی، آب فراوان، به سادگی با یه پمپ شما میتونی یه زمین آبیاری بکنی و یعنی هزینه تولید غذا خیلی کم. خب چه اتفاقی میفته؟ خب اینجا غذا که آسیبی نه، چون هم روسیه تولید کننده است هم اوکراین. اینو بگذاریم کنار، روسیه هر چی زمین میگرفت همونجا هم راحت دست میداد. اون کسی که داشت فرسوده میشد و نظامی گلوله هاش تجهیزاتش داشت به قولی تعمیکشی، روسا بودن. اینجا با مشاوره یک کشوری که خیلی تجربه داره تو این مسائل، خب بهش در واقع گفته شد، یاد داده شد که آقا تو جاهای استراتژیکو باید بگیری، زمین به چه دردت میخوره؟ خب به هیچ دردی نمیخوره، تو باید جای استراتژیک بگیری. اینجا که با روسا اومدن شروع کردن سواحل رو گرفتن، البته مهم شرقی اوکراین رو گرفتن، ورق برگشت، حالا اوکراین افتاد تو هزینه. حالا آمریکا باید چیکار کنه؟ تمام کشورهای اروپایی رو میخواد درگیر اوکراین بکنه، درگیر روسیه بکنه. با این اتفاق انرژی اروپا بریده شد، اروپا شکست اقتصادی میخوره، نیازمندیش با آمریکا بیشتر میشه. چند برابر شدن صادرات گاز LNG آمریکا به خدمت شما اروپا، آخرین عدد نگاه میکنم 35 میلیارد دلار، خب همینطور داره اینا رو میفرسته و روز به روزم داره این تنشو بیشتر میکنه. حالا کار دیگه که داره انجام میده چیه؟ کشورهای اتحادیه اروپا رو ملزم کرده شما باید سلاح‌ها رو تامین کنید، بفرستید به خدمتتون عرض می‌کنم که شما ناتو رو بفرستید به اوکراین. همین امروز بود فکر کنم، امروز دیروز بود، همین اخیر بود دیگه، این ماجرا اینکه کشوری که باید تانک بفرستن، کشوری که باید موشک بده، کشوری که نمیدونم باید خودروی فلان بده، اینا رو همه رو در واقع مشخص کردن. این چی میشه؟ این کشورها خودشون از تجهیزاتی که دارن خالی میشن، بعد خودشون نگرانن، نیازمندن، از کی باید بخرن؟ میشن آلمانی که خودش میقرده 100 میلیارد دلاری بنده با آمریکا، خودش تانک لئوپارد رو بده اون طرف، بره تانک‌های آمریکایی برداره بیاره. عملاً صنعت تولید تانک در آلمان جز صنایع خیلی پیشرفته و مهم و حساس و استراتژیکه برای آلمانیا، عملا از بین رفته. خب آمریکا بس اسلحه هم به اینا خواهد فروخت و بار دیگه اروپا رو زیر یوغ خودش نگه میداره، اروپایی که حالا دیگه مشکل غذا داره، اروپایی که مشکل انرژی داره. و یعنی من واقعا احمق‌تر از سران، من اینجا بار گفتم سران اروپایی، واقعا من انگار که با یه چه میخوام، نمیخوام کشوری دونه دستبندی کنم، انگار با کشوری در به داغون دونه که سیاست مدارشون مستمره، واقعا اروپا مستمره است. آدم اینجا داره میبینه که چه اتفاقی در مقابل آمریکا افتاده براش. آمریکا چنان جو رسانه‌ای رو برد بالا ها، یعنی فتیلش رو برد، شعلش رو برد بالا، که اصلا کسی جرأت نمیکرد بگیم اوکراین کمک نمیکنم. وزیر دفاع آلمان به خاطر تعلل گفتن بعد استعفا بدی، به خاطر تعلل فقط میگفت من میدم این تانک رو، بعد تعلل. آقا تمام رسانه‌ها، قدرت امریکا رسانه‌ایه، تمام رسانه‌های دارن بازی فوتبال رو بغل پرچم اوکراین، نمیدونم یک جوی درست کردن، بعد یه احمق یا دلغه که اونجا بردن گذاشتن، یه صهیونیست گذاشتن اونجا رئیس جمهور زلنسکی، اونم میگه نه باید این جنگ رو ادامه بدیم، باید این جنگ رو ادامه بدیم. ببین تا میخواد این آرامش پیدا کنه کم بشه، خبر که آقا ما تسلیحات جدید میخوایم بفرستیم. چرا حالا تسلیحات جدید چی شده روی این جنس که الان روسیه یه جاهای مهم رفته گرفته، حالا میخواد پدافند کنه وایسته، تسلیحات جدید این جنسی که اینا رو پس بگیره، یعنی ادامه جنگ. یعنی ما در روزهای آتی و پیش رو شاهد این خواهیم بود که شعله‌های جنگ احتمالاً گسترده تر بشه و برافروخته تر بشه. خب ببینید این نقشه رو کشیدن به زور، حالا میاد اوکراین میگه چی؟ ایران هم تو این حمله، اوکراین هم دست داشته که ایران هم واکنش بشه، یعنی ایران هل داده بشه توی جبهه مقابل اروپا و روابط ایران هم با اروپا خراب بشه. حالا ببینیم اروپا کجا میخواد گاز تهیه کنه؟ روسیه که پرید، کشور عربی که همه غلام
آمریکان، میمون فقط چی؟ ایران. روسیه و ایران یک طرف، عملا انرژی اروپا تا دهه ها رفت ذیل آمریکا و آمریکا دوباره نفس بکشه، چون آمریکا رو به افول با بدهی‌های سنگین داخلی و خارجی دوباره تو نفس بکشه بره. چین اونجوری زد، روسیه رو اینجوری درگیر کرد. این قصه جمهور آذربایجان هم برای ماست بتونن اینا درگیری درست کنن، پای ناتو رو به اونجا باز کنن. و این نکته بسیار مهم، بسیار مهم، شاید بعضی تعجب کنه از این جمله که دارم میخوام به شما بگم. از این حیث ببینید، این جمله خیلی خاصه تو تاریخ، باید بمونه، نه که چون من دارم میگم، کسای دیگه هم اینو گفتن، اما باید ثبت بشه. امروز روسیه باید بتواند خوب در اوکراین با ناتو بجنگد و ناتو رو سرگرم خودش کند، وگرنه ناتو به مرزهای ما خواهد رسید. روسیه که انهو، من نه مسئولیت جمهوری اسلامی دارم نه هیچ، من به عنوان یک شهروند ایرانی میگم، همانطور که نیروهای نیابتی ما در خاورمیانه جنگیدن، این طور باید به این مسئله نگاه کرد و باید هوشمندانه پیش رفت. من نمیگم دیپلماسی رو بذارن کنار، دیپلماسی سر جای خودش، اما اینا چه واکنشی نشون دادن؟ خب حالا ایران هم برگرده میگه که خب منم موشک میدم دیگه، تا الان موشک نداده بودم به روسیه، حالا موشکایی که نقطه زنی که روسا نقطه ضعفشونه ندارن، من در اختیارشون قرار بدم. خب عملا ما بریم تو جبهه چی و جبهه روسیه و ارتقاطی ارتباط با اروپا قطعا یه تمام بشه. خب خیال امریکا راحت میشه از این جهت که اینا ایران نمیتونه براشون تامین انرژی انجام بده. و دو نکته دوم که اسرائیل همیشه خوانی مصدره، یادتون نره رژیم صهیونیستی که چیزایی که همیشه در ایران میخواسته قطع روابط ایران با کل دنیا علل خصوص امریکا و اروپاست. این خواستای رژیم صهیونیستی بود. یه روز حالا یه فرصتی باشه راجع به اینکه موساد و سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی دنبال چیه این صحبت رو بکنم. این خدمتتون عرض بکنم اتفاقاتی هم که اخیر تو کشور داره میفته کار شبکه انگلیسیه، به خاطر اینکه بازم تاکید میکنم بخاطر اینکه انگلیس چه در ماجرای اوکراین چه در ماجرای جمهوری آذربایجان شدیداً ایران رو مقابل خودش میبینه و برای همین یه دست به یه اقدامات خاصی داره میزنه.